Hi everyone, hope you're doing really well. Today we're gonna scrutinize the IELTS test and the structure of the test in each part and at the end of this video we're gonna answer some frequently asked questions about IELTS. سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه امروز توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه آیلس رو بررسی بکنیم از چه اجزایی تشکیل شده هر بخش از آزمون چه سوالاتی میاد و اینکه در نهایت میخوایم به چند تا سوال که خیلی رایج هست و خیلی از داوطلبان میپرسن میخوایم پاسخ بدیم خب قبل از اینکه وارد مبحث آیلس بشیم اول یه تعریف کوتاهی از آیلس داشته باشیم آیلس مخفف International English Language Testing System هستش آزمون بین المللی که مهارت های زبانی رو میسنجه و در واقع این آزمون یکی از معتبرترین آزمون زبان به شمار میره به خاطر اینکه بیش از ده هزار مؤسسه سازمان دانشگاه در نقاط مختلف دنیا این آزمون رو معتبر میدونن و مدرکش رو قبول دارن خب بریم سراغ آزمون آیلز از چهار قسمت تشکیل شده یعنی چهار تا مهارت رو پوشش میده مهارت اولی که باید امتحان بدید سپیکینگ هستش که مدت زمان 11 الا 14 دقیقه رو شامل میشه آزمون اسپیکینگ سه روز قبل از آزمون کتبی برگزار میشه یا سه روز بعد از آزمون که با توجه سنتر یا مرکزی که امتحان میدید میتونید مشخص بکنید که روزش کی باشه قبل از آزمون کتبی یا بعد از آزمون کتبی خود آزمون کتبی هم شامل سه بخش میشه لیسنینگ که سی دقیقه در واقع فایل صوتی برای شما پخش میشه و ده دقیقه فرصت دارید که پاسختون رو به انسرشیت منتقل بکنید قسمت در واقع دوم آزمون کتبی ریدینگ هستش که 60 دقیقه طول میکشه و توی این 60 دقیقه شما سه تا متن دارید و 40 تا سوال و قسمت آخر که قسمت مورد علاقه خودم هست رایتینگ هستش دو تا تسک دارید و 60 دقیقه زمان و که در واقع برای هر تسک تسک وان باید 20 دقیقه وقت بذارید و برای تسک دو هم پیشنهاد میشه که 40 دقیقه وقت بذارید خب بریم سراغ قسمت اول سپیکینگ که از چه اجزایی تشکیل شده آزمون رو همونطور که خدمتتون عرض کردم 11 الی 14 دقیقه طول میکشه و آزمون اسپیکینگ به سه قسمت تقسیم میشه. قسمت اول یامو پارت 1 consists of questions about you, family, work and your interests. It takes between 4 and 5 uh, minutes. خب قسمت اول سوالات شخصی رو ازتون میپرسن راجع به خانواده‌تون، محل زندگیتون شغلتون علاقه مندیاتون چه رشته درس خوندید کجا درس خوندید چرا اصلا این رشته انتخاب کردید و سوالات شخصی این قسمت چهار تا پنج دقیقه طول میکشه قسمت دوم به شما یک کارتی داده میشه و توی اون کارت چند تا سوال پرسیده شده و باید یک دقیقه وقت دارید که خودتون آماده کنید برای پاسخ دادن به اون سال و دو دقیقه بعد از اون یک دقیقه باید صحبت بکنید You'll be given a card which asks you to talk about a particular topic one minute for a preparation then speaking for up to two minutes The examiner will then ask one or two questions on the same topic to finish this part of the test between three and four minutes. خب این قسمت هم سه لا چهار دقیقه طول میکشه. و بعد از اینکه دو دقیقه تون تموم بشه صحبت میکنین در خلال صحبتتون هم اگزامینر میتونه صحبت شما رو قطع کنه و سوال بپرسه و اینم در نظر بگیرید که این کار اصلا به ضرر شما نیست یعنی شما انقدر فلوئنسی خوبی دارید یا اکریسی بالایی دارید و میتونید به سوالات به دقت جواب بدید که اگزامینر میتونه در واقع صحبت شما رو قطع کنه به این معنی که یعنی کافی هستش و شما خوب ظاهر شدید و میتونید یک الا دو سوال هم از شما تو این قسمت بپرسه. و قسمت آخر consists of a longer discussion that is related to the topic of part 2 between 4 and 5 minutes. قسمت سوم هم در واقع شما یک گفتگویی رو با اگزامینر دارید که چهار تا پنج دقیقه این قسمت طول میکشه و موضوعی هم که صحبت میکنید موضوع تحلیلی هستش که مرتبط با همون کیوکارتی هست که تو پارت تو صحبت کردید تو این قسمت طولانی تر صحبت میکنید و موضوعی که در واقع صحبت میکنید تحلیلی تر هستش همونطوری که گفتم خب بریم قسمت بعدی که لیسنینگ هستش و اولین قسمت آزمون کتبیتون هستش همونطوری که گفتم سی دقیقه مدت زمان فایل صوتی هست که پخش میشه و شما میشنوید و ده دقیقه هم وقت دارید که پاسخ رو به پاسخنامه منتقل بکنید چهل تا سوال هستش for recorded texts, monologues, and conversations by a range of native speakers خب اینجا در واقع شما چهار تا فایل پخش میشه بر شما که تشکیل میشه از مانلاک ها یعنی تکگوی ها یه نفر سخرانی مثلا داره یا مکالماتی هستش بین دو نفر یا چند نفر که این مکالمات هم توسط نیتیو speaker ها هستش وقتی صحبت از نیتیو سپیکر میشه در واقع شما باید اکسنت های مختلفی رو مد نظر قرار بدید مثلا بریتیش اکسنت یا American اکسنت هر دوتاش توی آزمونتون هست چون هر دو اکسنت در واقع زبان رسمی هستش که زبان رسمی انگلیسی هست که قابل قبول هست توی همه جای دنیا و شما باید عادت پیدا کنید گوشتون به هر دو تا اکسنت Each section is heard only once. و نکته مهمه که توی لیسنینگ باید توجه کنید اینه که هر فایل صوتی فقط یک بار پخش میشه خب بریم سراغ قسمت های مختلفی که Uh, listening داره گفتیم از چهار بخش تشکیل میشه یه ای بخش این تی پی استش ا کانورسییشن بتوین تو پیپل سیت ان ان اوری سوشال کانٹکست ا مونولوگ سیت ان ان اوری دی سوشال کانٹکست فور زامپل اسپچ اباوت لوکل فاسیلیتیز ا کانورسییشن بتوین اپ تو 4 پیپل سیت ان ان اکیجوکشنال اور ترینینگ کانٹکست For example, a university tutor and a student discussing an assignment. And the last one, a monologue on an academic subject. For example, a university lecture. خب همونطوری که توی تصویر میبینید از چهار بخش تشکیل شده میتونه این مکالمات مکالمات روزمره باشه راجع به موضوعات اجتماعی یا میتونه یه مانلاک باشه یه تکگوی سخرانی راجع به مثلا امکانات اجتماعی که توی اون یه محل خاصی قرار داره مثلا امکانات ورزشی یه منطقه یا مثلا امکانات آموزشی یه منطقه یه تیپ سوالات دیگه در واقع مکالمه هستش بین چند تا در واقع شخص هستش میتونه توی محیط اکادمیک یا دانشگاهی باشه مثلا استاد دانشگاه به تکالیفی که به دانشجوهاش داره میده باشه یه قسمت از سوالم میتونه سخنرانی باشه حالا مثلا یه سخنرانی یا یه کنفرانس داخل یه دانشگاهی این هم چهار تیپ سوالاتی که توی لیسنینگ بهش بر و اونا رو باید حتما قبل از آزمون بهشون مسلط بشید به این قسمت بعدی که ریدینگ هستش تفاوت آزمون در واقع آیلز توی بخش جنرال ترینینگ و آکادمیک توی ریدینگ و رایتینگ هستش یه توضیح من راجع به این دوتا بدم کسایی که میخوان خارج از کشور مهاجرت کنن باید آزمون جنرال ترینینگ آیلس رو بدن و کسایی که میخوان ادامه تحصیل بدن تو مقاطع بالا مثل, کارشناسی ارشد یا دکترا باید آزمون آیلس آکادمیک رو بدن حالا در واقع بعضی از دانشگاه هم برای مقطع لیسانسشون آیلس نیاز دارن باید ببینید که اون دانشگاه چه مدرک زبانی ازتون میخواد بعضی از بیس لیسانس فوق لیسانس دکترا نداره براشون کلا آیلتس رو میخوان حالا تفاوت بین جنرال ترینینگ و در واقع اکادمیک توی دو تا قسمت هستش توی ریدینگ هست و توی رایتینگ اسپیکینگ و لیسنینگ هر تا یکسان هستش و هیچ تفاوتی ندارن توی ریدینگ و رایتینگ هستش که اون موضوعاتی که برای ریدینگ اکادمیک میاد به نسبت سختتر هستش توی رایتینگ هم همینطور موضوعاتی که برای رایتینگ دارید که حالا بهش میرسیم اونجا صحبت میکنیم به نسبت جنرال ترینینگ دشوارتر هستش خب بریم سراغ ریدینگ چل تا سوال دارید و سه تا متن حالا متن ها شامل میشن؟ These include reading for gist, reading for main ideas, reading for detail, skimming, understanding logical argument and recognizing writer's opinions, attitudes and purpose خب توی این قسمت متنی که در واقع به شما میدن متن از شما چیا میخواد متن از شما مین آیدیا میخواد دیتیل خاصی رو میخواد باید دنبال دیتیل خاصی بگردید از شما تحلیل میخواد بعضی سوالا تحلیلی هستن بعضی قسمت ها و باید به اونا جواب بدید این کلیات هستش راجع به سوالاتی که توی ریدینگ بهش برمیخورید حالا توی آکادمیک اکادمیک ریدینگ تست includes three long texts which range from the descriptive and factual to the discursive and analytical. سه متنی که توی آزمون بهتون داده میشه توی آکادمیک این تیپی هستش که از متن به نسبت راحت شروع میشه متن دوم دشوارتر از متن اول و متن سوم سختتر از همه هستش و متن اول معمولا دیسکریپتیو uh, و فکتوال است راجع به یه واقعیت راجع به, uh, یه چیزی رو یاد داره توصیف میکنه هستش و متن آخر متن تحلیلی و استدلالی هستش که به نسبت متن اول سختتر هستش حالا تو جنرال ترینینگ چه تیپ سوال در واقع متن از کجا گرفته میشه The general training reading test requires test takers to read extracts from books magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and guidelines چون هدف در آزمون آیلس جنرال ترینینگ خیلی متفاوت است با اکادمیک موضوعاتی هم که توی ریدینگ میاد موضوعات اجتماعی تر هستش متنایی که میاد متنایی هستش که برگرفته از مجلات و روزنامه و کتاب های در راهنما ها هستش و مطلبی که میخواید خودتون اگه میخواید آماده کنید برای ریدینگ حتما سعی کنید با این موضوعات اجتماعی خیلی خودتون درگیر کنید تا بتونید هم لغت های بیشتری رو یاد بگیرید هم با موضوعات مختلف بیشتر آشنا بشید ولی موضوعات که توی آکادمیک میاد بیشتر موضوعات علمی هستش که چون هدف در واقع ادامه تحصیل است موضوعات بیشتر علمی و تحقیقاتی هستش به این قسمت آخر که رایتینگ هستش رایتینگ 60 دقیقه وقت دارید دو تا تسک تسک یک و تسک دو خب بریم اول تسک یک رو بررسی کنیم اکادمیک تسک 1 you will be presented with a graph table chart or diagram and asked to describe summarize or explain the information in your own words. خب تسک یک در واقع اکادمیک اینجوری است که به شما یک نمودار میدن یک جدولی رو میدن که حالا این نمودار رو میتونه نمودار مختلفی باشه مثلا بار چارت باشه یا پای چارت باشه میتونه لاین گراف باشه یا میتونه پروسس دایگرام باشه حالا این انواع نمودارهایی که ما داریم کاری که میکنیم اینه که اون نمودار رو هر اطلاعاتی که میتونیم ازش اکسترکت کنیم و اون رو به صورت خلاصه به بیان خودمون به زبان خودمون بنویسیم برای این قسمت شما 20 دقیقه وقت دارید و باید حداقل 150 کلمه رو که اگر کم تر 150 کلمه بنویسید براشون پنالتی در نظر میگیرند و نمره ای که باید بگیرید رو نخواهید گرفت بریم سراغ General Training Task 1 You will be presented with a situation and asked to write a letter requesting information or explaining the situation The letter may be personal, semi-formal or formal in style خب توی جنرال ترینین کاملا موضوع متفاوتی رو باش برمیخورید دیگه اونجا نمودار ندارید شما باید یک نامه ای رو بنویسید که این نامه میتونه نامه دعوت باشه میتونه شکایت باشه میتونه درخواست باشه که سوالات در واقع موضوعات مختلفی رو شامل میشه که تقریبا 6 تا تیپ سوال برای لتر داریم یعنی 6 لتر متفاوت داریم حالا کاری که میکنیم تو این قسمت این هستش که و اون نکته که در واقع خیلی مهم هست اینه که ما استایل رو تشخیص بدیم که چه استایلی رو باید بنویسیم استایل میتونه پرسونال یا اینفورمال باشه میتونه سمی فرمال یا نیمه رسمی باشه یا فرمال کاملا رسمی باشه این بود از تسک یک تو این تسک یک هم در واقع مثل آکادمیک باید حداقل 150 کلمه رو توی 20 دقیقه زمان بنویسید بریم سراغ تسک دوم Academic task You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. Responses to both tasks must be in a formal style. خب توی task دو academic اینجا دیگه باید مقاله بنویسید. یه مقاله مثلا چه مقاله ای؟ از ازتون یه موضوعی رو میدن و از شما میپرسن که نظر شما چیه؟ یا یه موضوعی رو مطرح میکنن میگه به نظر شما مزایای این مثلا موضوع بیشتره یا مذراتش ادوانتج مثلا یا دیس یا مثلا از شما اپینین میخواد نظرتون رو کلن راجع به این موضوع بنویسید یا یه چالشی هستش و اون چالش رو میگه که به نظر شما این چالش رو ما چجوری میتونیم حلش بکنیم راه حل شما چیه یه همچین تیپ موضوعهایی رو داریم که موضوعاتی که باز هم برای اکادمیک میاد به نسبت موضوعاتی که ای که شما باید برای در واقع تسکیل دوی جنرال ترین میمسید دشوارتره این قسمت یه مقدار البته و قسمت آخر که میبینید responses to both tasks must be in a formal style توی آزمون آکادمی کلن کلن باید حتما به در واقع فرمال استایل رو رایت کنید و اصلا به هیچ وجه نمیتونید از عبارات یا اصطلاحاتی که این فرمال هستن استفاده بکنید توی آزمون آکادمیک General training task two. You'll be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. The essay can be slightly more personal in style compared to an academic writing task. خب این هم همونطوری که میبینید مثل اکادمیک هستش مثل در واقع تسک دو اکادمیک هستش بازم باید اینجا یه مقاله ای رو بنویسید ولی موضوعاتی که میدن موضوعات تحلیلی و راحت تری هستش به نسبت در واقع موضوع که برای آکادمیک میاد اینجا هم باید حداقل در واقع حداقل 250 کلمه بنویسید تو مدت زمان 40 دقیقه خب بریم قسمت آخر که frequently asked questions هست سوالات رایجی که در مورد آیلز پرسیده میشه how much does it cost هزینه آزمون آیلز هزینه آزمون آیلز تو ایران رو سازمان سنجش در واقع مشخص میکنه که در حال حاضر سه میلیون و پنجا هزار تومن هست How much does EOR cost? EOR چیه؟ EOR inquiry on result هست یعنی درخواست تصحیح مجدد اگر شما به نمره که بهتون داده شده اعتراض داشته باشید میتونید درخواست تصحیح مجدد بدید یه فرمی هست که توی اون مرکزی که امتحان میدید میتونید اون فرم رو بگیرید یا توی اینترنت هم هست میتونید دانلود کنید و اطلاعاتش رو وارد میکنید و میگید که چرا اعتراض دارید تو کدوم بخشا نکته یه که هست اینه که چون قسمت لیسنینگ و ریدینگ آزمون چهار گزینه ای هستش و یا در واقع تک کلمه ای هستن یعنی مثلا یه جای خالی هست که باید اون جای خالی رو پر کنید چون جواب ها کاملا مشخصه یعنی ابجکتیو هستن در واقع اشتباهی تو این قسمت ها به هیچ وجه رخ نمیده اگر اعتراض دارید اعتراضتون میتونه توی بخش سپیکینگ باشه که سابجکتیو است و توی رایتینگ یعنی توی این دو بخش اکزامینر هست که تصمیم میگیره شما چه نمره رو کسب بکنید ممکنه ممکنه که احتمالش هم بازم خیلی کمه شما اعتراض که میکنید نمرتون بالاتر بیاد نمره هم که تغییر میکنه معمولا در حد نیم نمره هستش و خیلی خیلی کم پیش میاد که یک نمره بخواد جابجا جا بشه جا و نمرتون افزایش پیدا بکنه حالا هزینه این تصمیم مجدد بازم بستگی به اون سنتر داره معمولا چیزی حدود یک میلیون و دویست تومن رو باید در نظر داشته باشید حالا یه مقدار کمتر یا یه مقدار بیشتر و اینم بگم که اگر درخواست تصمیم مجدد دادید و نمرتون تغییر کرد ولی نمرتون بهتر شد تمام اون پول رو بهتون برمیگردونن و نمرتون کمتر نمیشه یا همون ثابت میمونه یا اینکه بیشتر میشه How long will the inquiry on results process take؟ خب حالا یه سوال دیگه که مطرح اینه که چقدر طول میکشه که این درخواست تصیح مجدد بهش بررسی, بشه و براتون دوباره یه کارنامه جدید صادر کنن جواب این سوال اینه که بین دو روز تا 21 روز طول میکشه اگرم تا 28 روز جواب براتون نیومد حتما با اون مرکزی که امتحان دادید در تماس باشید و بهشون اطلاع بدید How often can I take the test? Uh, چند بار میتونم من تو آزمون شرکت کنم؟ uh, هر چقدر که دوست داشته باشید میتونید شرکت بکنید ولی اینجا uh, یه نکته هستش اگر مثلا شما خواستید برای دانشگاهی ثبت نام کنید و در واقع از شما اون دانشگاه آیلس مثلا نمره 6 میخواد یا حداقل 6 رو میخواد اگر شدید 5 این اشتباه رو نکنید که بلا فاصله بعد از این که امتحان جوابتون اومد مثلا شدید پنج نرید دوباره سریع امتحان بدید که بخواید شیش بشید این اتفاق نمیفته چون شما حتما یه جای کارتون میلنگیده و ضعف دارید باید برید اون قسمت رو حتما در واقع مشکلتون رو حل بکنید تا بخواید اون نمره مورد نظرتون رو بگیرید پس خیلی عجله نکنید بین این که بگید که من امتحان بعد دادم سریع برم دوباره امتحان دیگه بدم خب بریم سراغ سوال, سوال بعدی What can I bring into the examination room خب همونطوری که خدمتون عرض کردم آزمون اسپیکینگ جدای از آزمون کتبی گرفته میشه برای آزمون اسپیکینگ فقط و فقط میتونید یه در واقع آیدی کارت هم رو خودتون داشته باشید یه کارت شناسایی که حالا میتونه پاسپورتتون باشه یا کارت ملیتون باشه در واقع همون کارتی که اطلاعات همون کارتی که موقع ثبت نام وارد کردید هیچ چیز دیگه این رو نمیتونید همراه خودتون ببرید حتی ساعت مچی برای آزمون کتبی هم همین حالت هستش ولی شما میتونید خودکار مداد و پاکون همراه خودتون ببرید یعنی میشه خودکار مداد پاکون و کارت شناسایی معتبر فقط همین رو میتونید ببرید حالا ساعت حتی ساعت آنالوگ هم همراهتون نمیتونید ببرید توی همون در واقع محیطی که امتحان میدید ساعت دیواری هست و میتونید تایم خودتون رو چک بکنید و تایم منیجمنت رو انجام بدید این از این اگر هم موبایل میبرید اگر میبرید که نباید ببرید حتما باید تحویل بدید و حتما هم خاموش باشه چون اگر تحویل ندید یا روشن باشه اون وقت میتونن شما رو دیسکوالیفای کنن و این کار رو هم میکنن بریم این سوال بعدی Can I use pen for the listening or reading? میتونم از خودکار استفاده کنم برای جواب دادن به بخش لیسنینگ یا ریدینگ جواب این قسمت منفی هستش نمیتونید باید حتما با مداد جواب بدید چون که سیستمی که تصیح میکنه خودکار رو نمیشناسه سوال بعدی How long does any score last? هر آزمون آیلز چقدر معتبر هستش؟ دو سال اعتبار یا expiry دیت آزمون آیلز هستش و شما میتونید مثلا هر موقعی که این احساس رو داشتید که میتونید الان بهتر امتحان بدید میتونید شرکت کنید و بهترین نمرتون رو به اون سازمان یا دانشگاهی که میخواید ارائه بدید اعتبارش دو سال هست و سوال آخر use the during آیا مدت زمانی که امتحان دارم میدم که دو, ساعت و چه دقیقه هستش میتونم از سرویس بهداشتی استفاده بکنم یا نه بله میتونید استفاده کنید دستتون رو در امتحان بلند میکنید و اون اینویجیلیتر یا مراقب امتحان رو مطلع میکنید که مثلا میخواید از دستشوی استفاده بکنید ولی نکته ای که هستش اینه که اگر وسط آزمون میخواهید برید سرویس بهداشتی زمان خیلی با ارزشی رو دارید از دست میدید و جایی که باید به سوالات جواب بدید این وقتتون داره حدر میره خب اینا هم هشتا سوالی بود که به طور رایج میپرسند دافتالبا بازم اگر شما هر سوالی رو هر سوالی رو راجع به دارید لطفا زیر همین پست از ما بپرسید و حتما بهش جواب میدیم متشکرم.